وطنان گرامی، مشیری هستم و خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است. در روزهای چهارشنبه به مدت یک ساعت در حضور شما بزرگواران هستم. امروز هم میپردازیم به بعض سخنان آقای سروش و من متحیر و متعجبم حقیقتاً به شعری که خواهم گفت که چگونه در واقع شخصی که خود رو نمیدانم از متکلمین فیلسوفان میداند و مورد احترام است تا این اندازه حقایق رو به زیر پای میاندازد. بسیار بسیار من ناراحتم از این موضوع و واقعا نمیدانم چگونه باید این رو توجیه کرد، چون حقیقت از همه چیز بالاتر است. حقیقت از دین من و وطن پرستی تو بالاتر است. گفت افلاطون برای ما بسیار عزیز است، اما حقیقت از افلاطون بالاتر است. هیچ پدیده از حقیقت بالاتر نیست. هموطن از فرمایید داستان کوتاه از شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم، بعد میپردازیم به این داستان اسلام عزیز و 1400 سال تحمیل و خشونت و جنایت. سعدی فرمود: یکی از ملوک با تنی چند خاصان، یعنی نزدیکان، در شکارگاهی به زمستان از امارت دور افتادند. تا شب در آمد خانه دهقانی دیدند. ملک گفت: شب اونجا رویم تا زحمت سرما نباشد. باز چه گفت آقایی منزلی کشاورزی بگیریم بخواییم اونجا استراحت کنیم. یکی از وزرا گفت: لایق قدر پادشاه نیست به خانه دهقانی التجا کردن. یه چاپلوسی هم اونجا بود، آقا شأن شما نیست، شأن شما نیست به منزل دهقانی. همینجا خیمه زنیم و آتش کنیم. دهقان را خبر شد، ماحضری ترتیب کرد. ماحضر یعنی حاضری، اون چه حاضر است. دیشب دو نفر از رفقا آمده بودند در محضر من، این خبر از ماحضر از منی هم چیزیست که شعر غلط خوندم، حالا ایرج میرزاست. دیشب دو نفر از رفقا آمده بودن در محضر من، ساخته بر ماحضر از من، یا ساخته بر ماحضر از من، باری یعنی چیزی که آماده داشت. باری میگوید: ماحضری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و گفت: قدر بلند سلطان نازل نشدی، ولی که نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. گفت: اعلی حضرت، با آمدن تو منزل من قدر و منزلت و شکوه و عزت تو کم نمیشد، اما اینا نخواستند که شأن من بلند بشه به اینکه شما منزل من بیایید. این چاپلوسان اطراف. قدر سلطان نازل نشدی، ولی که نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد، شبانگاه به منزل او نقل کردند. یعنی رفتن اونجا نقل مکان کردند. بامدادانش خلعت و نعمت فرمود. شنیدندش که قدمی چند در رکاب سلطان همی رفت و می گفت: ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم، از التفات به مهمان سرای دهقانی. کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید، که سایه بر سر اندش انداخت چون تو سلطانی. بله، اونجا چون سلطانی آمده، اونجا باید بگیم دهقانی. در واقع باید اینطور بخوانیم: ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم، از التفات به مهمان سرای دهقانی. کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید، که سایه بر سرش انداخت چون تو سلطانی. بسیار خوب. خب عرض میکنم همونطور که مطلع هستین، هر چه جنایتکار در جهان هست اسلامیه، به جز ایران. بدون جهت که حالا آخوندها پوز میدن، گاهگاهی هم به دروغ هو جنجال که گرفتیم، 30 نفر 300 نفر از داعشی ها رو سر مرز گرفتیم، در کرمانشاه گرفتیم،
اینها که ایرانی ها بگوین خدا را سپاس که ایران سوریه نشد، خدا را سپاس که ایران عراق نشد، از برکت وجود حضرت رهبر. در حالی که من به شما عرض میکنم این توحش اسلامی در باطن پاک ایرانی وارد نشد و این خشونت های نگفتنی که اسلام اونها رو در واقع تحریض کرده است به مدنیت بلند پایه ایران دستش نرسید. من باور نمی کنم که هرگز ایران سوریه بشود. من باور نمی کنم که شیعه ایرانی به خود بمب ببندد و برود مثلا به بانه هموطنان خودش رو منفجر کند، یا هموطن نازنین اهل سنت و برخیزد از جنوب ایران از بندر عباس برود در قم یا کربلا یا ببخشید به قم یا مشهد اونجا بمب منفجر بکند. این توحش اسلامی وارد ایران زمین نشد و همینطور که میدانید اسلامی هم که ایرانی پذیرفت یک چیز اختراعی بود که اصلا اسلام نبود. حالا بگذاریم ببینید که آقای سروش، میخوام خدمت آقای سروش عرض کنم که برادر من، شما در نامه هایی که می نوشتید یک جا گفتید که من درد دین دارم و درس دین دادم. شما پیرو چه دینی هستید؟ خب حتما شیعه هستید. در شیعه قائد اعظم علی ابن ابی طالب است. آقا علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب ایراد زیاد داشته در کار سیاست و در کار مدیریت، اما همه فضیلت هاش هم ازش بگیریم دو چیز رو از ما نمیتوانیم بگیریم. یکی این که این مرد هرگز دروغ نگفت و دیگر اون که هرگز به هزیمت نرفت، یعنی هرگز فرار نکرد. ما که پیروان او هستیم، شما که ادعا میکنی پیروان او هستید، حداقل یک فضیلت او رو محترم بدارید. میفرمایند که این جنگ های پیغمبر اینها همه دفاعی بوده. لطفا پخش کنید وارتان گرامی. جهاد در آیین اسلام یکی از ارکان، یکی از فروع مهم دین است و در این شکی نیست، و پیامبر خودشون جهاد میکردن، دیگران را هم به جهاد دعوت میکردن، توصیه میکردن، امر میکردن. آیات جهاد در قرآن هم بسیاره، سوره توبه پر از این آیات. نکته اول این که جهاد کردن یا جنگ کردن همون این خشونت کردن نیست. این خشونت به معنای خشونت نابجاست، یعنی به اصطلاح رنج نابجاست، ولی رنجی که به جا باشه ما نامش رو خشونت نمیگذاریم. این نکته اول. نکته دوم این که آیات جنگ که در قرآن آمده همه‌اش، منها یکی، همه‌اش برای جنگ متقابل است. یعنی وقتی که شما مورد حمله قرار میگیرید باید حمله کنید. یادتون باشه که در دوران پیامبر فلسفه حیات و زندگی قبیلگی این بود که حمله بهترین دفاع است. این اصلا فلسفه زندگی بود، یعنی اگر شما حمله نمی کردیم شما حمله می شود. جهاد معنیش این بود، جهاد یعنی حمله کنید که اگر نکردید به شما حمله می کنید. اصلا قرنها عرب ها اینجور زندگی می کردن. البته بعدن پیغمبر که فتح کرد مکه رو، بعد عربا رو با هم آشتی داد و که دست از اون جنگ قبائلی بردارد، و ابن خلدون که در کتابش می نویسد که پیغمبر دو تا معجزه بیشتر نداشت، که قرآن یکی، اتحاد میان قبائل. این خیلی حرف مهم نیست. این قبائل اصلا زندگیشون تو جنگ و خصومت و جدال می گذشت، غارت می کردن هم دیگر رو، هجوم به هم می بردن، و اگر شما هجوم نمی بردی اون دیگری به شما هجوم، هیچ کس هم بد نمی دونست این رو، و این اصلا راز بقا بود، فرمول زندگی قبیلگی بود. پیامبر به این معنا جهاد می کرد و یه جاهای جهاد ابتدایی هجوم می برد برای اینکه به او هجوم نبرد. این معنای جهاد بود.
و جهاد عقیدتی هم بود. بقیه یعنی به جز یک آیه در قرآن، همه آیات مربوط به جنگ، مربوط به جنگ دفاعی است. یعنی که بقیه به شما حمله کردن چنین بکنید، چنان بکنید، در جنگ پا به فرار نگذارید. و بعد دستور می‌دهد که سردار جنگ، سردار مسلمان جنگ با اسرا چه کار بکند، آیا اسیر بگیرد، آیا ببخشد، آیا معاوضه کند. همه این سخنانی که در قرآن در سوره توبه آمده، در سوره محمد آمده و جاهای دیگه. یه آیه هست در سوره توبه که ظاهرا حکم به جهاد ابتدایی میده، یعنی اینکه بدون اینکه کسی به شما حمله کرده باشه شما حمله کنید. که میدونید شیعیان دو تا حکم از احکام قرآن رو تعطیل کردن. یکی نماز جمعه بوده که جهاد بود. فتاوای عموم فقهای شیعه این است که عمومشون مگر به استثناء که نماز جمعه واجب نیست در عصر غیبت امام و پیامبر و فقط در زمان امام معصوم جایزه. حالا هم که فتوا دادن و آقای خمینی هم داد، بازم واجب نکردن، گفتن تخییره، یعنی مخیری، میتونید نماز جمعه بخونید، میتونید هم نخونید. حکم دیگری از قرآن رو که تعطیل کردن جهاد بود. گفتن که جهاد فقط در زمان امام معصوم است و در زمان پیامبر است. اگر کسی معصومی وجود نداشته باشه، ما حق جهاد کردن یعنی جنگیدن با دیگران برای اینکه اونها رو تحت سلطه حکومت اسلامی درآوریم نداره. اما در اهل سنت این حکم، هر دو تا حکم همچنان زنده است. یعنی هم حکم نماز جمعه زنده است، هم حکم جهاد ابتدایی. این جزء اختلاف نظرهای درون دینی است که ما داریم. و از نکات جالبتر این که در تشیع حکم مجازات های به اصطلاح خشن هم از نظر پاری از حکیمان لغو شده است. یعنی دست بریدن، یعنی سنگسار کردن، یعنی تازیانه زدن و چیزهایی از این قبیل که تو قرآن هم آمده. حالا اونایش که در روایات کاری نداریم، معتقدن اینا هم فقط در زمان امام معصوم قابل اجراست و اگر امام معصوم نباشه قابل اجرا نیست. همین امروزه فقیهانی هستن که فتواشون اینه و مطلقا اینها رو ممنوع میدونن، حرام میدونن این کارها رو کردن. و حتی بله خدمت شما عرض کنم، حقیقت امر نچنان است که آقای سروش فرمودن. این اعراب مردوی بودن قبیله نشین، اینها حداقل 4 ماه در سال رو به عنوان ماهای حرام تعطیل میکردن. آقا ناراحتی ها و جنگ ها رو تعطیل میکردن، شمشیرها رو میآویختن، برای صلح و صفا و آشتی و زیارت کعبه میآمدن، فستیوال شعر داشتن، در بازارها خرید میکردن، سعی میکردن عرض کنم که پیران قبیله آشتیها برقرار بکنن و جنگ هایی هم که میشد جنگ های بسیار مختصر بود. جنگ چیز پلیدی بود، جنگ چیز محترمی نبود، جنگ جزء لاینفک خداپرستی نبود. اما اسلام عزیز آمد این خونریزی و جنگ رو جزء لاینفک دستورات الهی و جزء لاینفک دین قرار داد. یعنی حتی دستور داد در ماهای حرام هم حمله بکنن و عرب ها تعجب کردن. چند چیز مقدس بود که اینها هیچ موقع این اعراب به اون دست نمی زدن، نزدیک نمی شدن ماردن. یکی احترام به چاهای آب، چون آب همه چیز اینها بود. یکی درختان، نخله ها به خصوص که اینها دار و ندار اینها، این محصولات خرما بود. حضرتشون نخستین کسی بود که آمد و شروع کرد به قطع این درختان خرما و لاشه های آدم ها و جانوران را در این چاهای آب می انداخت و این جنگ آب رو ایشون شروع کرد. نه شمر و ابن زیاد و داستان حسین که می دونید که گفتن آقا جلوی آب رو بسه، ابتدا حضرت رسول شروع کرده. در واقع همه بلایی که به روز امام حسین آوردن و بچه‌هاش،
اینها دستورات جدشون بود و به حکم قاضی شهر شریح قاضی که حتی حضرت علی اون رو عوض نکرد و دراز مدتی قاضی بود، به حکم اون گفتین یاغی بوده و مطابق شهر مقدس باید باش رفتار بشه. 534 آیه یه خشونت و بیرحمی در قرآن هست. 534 آیه. حالا من میارم این 534 آیه رو خدمت شما و عرض کنم بعضی از اینها رو میخونم خدمتتون. قریب 200 آیهش در اینجاست که من چاپ کردم و بردم حضور انور شما هموطن. به این میگوین مغالطه، در واقع پنهانسازی حقایق، که بگوین این آیات قرآنی اینها برای دفاعه. باید ببینیم آقا در عمل چه بود، چه اتفاقاتی افتاد. 13 سال حضرت رسول اکرم به بت‌ها توهین می‌کردند. اگه این اعراب آدم‌های آدم‌کشی بودند و آدم‌های دینی بودند، کاری نداشت کشتن یک نفر. اما هرگز این کارو نکرد. هر روز یک تعدادی از این آقسقل‌ها، به قول معروف ریش‌سفیدان قوم، می‌رفتن پیش ابوطالب. آقای ابوطالب، ما به تو احترام داریم. شما به این پسر برادرت بگو اینقدر ما توهین نکنه. هرگز صحبت کشتن نکردن. حتی آمدن و گفتن، یک جوان دیگری هم البته بود که خیلی به فضیلت مشهور بود، گفتن آقا بیا ما اینو به شما چیز میکنیم، با هم عوض کنیم. ابو طالب گفت آقا برید دنبال کارتون، مایی که میسر از چنین چیزی. اگه این عرب آدم آدم کشی بودن، کاری نداشت که نصف شب دو نفر میفرستادن میرن حضرت رو بکشن. جنگ میشد بین قبایل، بین همه قبایل جنگ میشد، بین قبایل چنگیزی هم جنگ میشد، بین قبایل خود ما جنگ میشد، بین قشقایی ها و بختیاری ها چه جنگ ها میشد. اما چیز پسندیده‌ای هرگز جنگ نبوده، از فقر بوده، نه دستور الهی. من یک تکه از طبری در نفی همه فرمایشات این مرد محترم میخونم. 1000 سال پیش، قریب 1100 سال پیش تحریر شده است. توجه بفرمایید چه میگوید. میگوید چون پیغمبر اینو، این مطلب رو من بار سوم هست در این 16 سال برای شما دارم حواتم میخوانم، بی اندازه مهم هست و هیچ سندی ایشون ارائه نمیکنه، همه شفاهیه، هر چی دلشون بخواد میگن. من ندیدم سندی بیاورن و ارائه بکنن. فقط یک ابن خلدون رو چیز کردن و مرتب از ابن خلدون عرض میکنم که نقل قول میکنن، در حالی که ابن خلدون در قرن 8 هست. دوست عزیز، ابن خلدون معاصر حافظ هست. کجا رفتن واقدی ها؟ کجا رفت مدائنی؟ کجا رفت ابن اسحاق؟ مسعودی که خیلی هم قدیم نیست، ولی ابن خلدون قرن 8 است. خب میگوید چون پیغمبر علیه السلام، خوب گوش کنید لطفا، این رو بنده ننوشتم، محمد ابن جریر طبری نوشته، در قریب 1100 سال پیش به پارسی دری ترجمه شده. شما ببینید حقیقت امر چگونه است و با فرمایشات ایشون چه میزان مغایرت دارد. 180 درجه. چون پیغمبر علیه السلام از مکه برفت، مکیان گفتند که ما برستیم. گفت خدا رو شکر که ایشون رفت و ما راحت شدیم.
نگفتن لشکر برداریم بفرستیم بکشن بزنن چنین و چنان کنن. گفت خدا رو شکر که ایشون رفت و ما راحت شد. پارسی فصیح و متین و کوتاه. چون پیغمبر علیه السلام از مکه برفت، مکیان گفتند که ما برستیم و پیغمبر علیه السلام نگذاشت که ایشان بیاسودندی، ولی ایشون که نمیذاشت که اینا راحت بمونن که. و خدای عز و جل او را بر غضب دست گشاده کرد. یه اون که نمیذاشت اینا راحت بشن که، اینا خیال خام پختن که رفت راحت شدیم. خداوند گفت جنگ رو شروع کن. بله، دست گشاده کرد و جهاد فرمود و چون به مدینه آمد آیت فرستاد و گفت اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم وقت او لهم کرتل مرصد. لهم یعنی برای اونها. خیلی خوب، معنی چی است؟ میگوید که مشرکین رو بکشید و بگیرید و حصر کنید و احصروهم و در جاها کمین بکشید. کمین بکشید که البته آیه طولانی تر از اینه و در اینجا تا همین جا بیشتر نیاورده. اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم وعدو لهم کل مرصدن. کل مرصدن جاهایی که میدانید و اینها رو کمین بکشید، بگیرید، بکشید، در واقع محصور بکنید. این اولین آیه است که نازل فرمودن علیه کی؟ علیه اهل مکه. خیلی خوب، و دیگر فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. میگوید که یا ایها النبی جاهد الکفار، بله جهاد کنید با کفار و المنافقین و بر اونها سخت بگیرید. بله وغلظ علیهم و آیتهای جهاد بفرستاد و آیتهای احتمال و صبر منسوخ کرد. و پیغمبر علیه السلام همان در اون سال هجرت از مدینه لشکر فرستاد و راه ها بگرفت تا کاروان همی شکستند و همی بردن و صبر و آرام و قرار از ایشان بشد و کس از مکه سر بیرون نتوانست کردن و به هیچ راه هیچ کاروان نیارست رفتن. میگه شروع کرد دستور دادن که سر کار راه ها رو بگیرن، کاروان ها رو غارت کنن و هیچ کاروانی از هیچ راهی جرأت نمی کرد که بره. و کار اینا چه بود؟ کار اینا این بود که بازرگانی بکنن، داد و ستد بکنن، تجارت بکنن. و ایشان چه کرد؟ میگه آیه های احتمال. احتمال یعنی تحمل و صبر. تحمل و صبر. میگه آیه های تحمل و صبر رو فرو گذاشت، منسوخ کرد و آیه های جهاد بفرستاد تا و بعد که و میگه که از مدینه لشکر فرستاد و راه ها بگرفت تا کاروان همی شکستن و همی بردن و صبر آرام و قرار ایران ایشان بشد و کس از مکه سر بیرون نتوانست کردن و به هیچ راه هیچ کاروان نیاره است رفتن. و پیغمبر علیه السلام بسیار غزو ها کرد، بعضی به تن خیش رفت و بعضی لشکر فرستاد یاران خیش از مهاجر و انصار تا دیگر سال که غزو بدر کردند. چون پیغمبر را دستوری آمد که با مشرکان حرب کن و آیت آمد. بله یه آیه فرستاد که با اینا جنگ و جدال کن. پس اندر سال هجرت به ماه رمضان که از هجرت 7 ماه شده بود، حمزه را بفرستاد با 30 سوار از مهاجریان و نخست سپاهی از اسلام اون بود. و پیغمبر او را لوا بست به دست خیش لوای سپید و حمزه را گفت به لب دریا شو که کاروان قریش همی آید از شام و خواسته بسیار داشتند مگر که اون را بتوانی گرفتن
پس حمزه برفت و به دنجا شد و کاروان از پیش او رفته بودند و مهتر کاروان بوجهل بود. حالا بابا ابوالحکیم بهش میگفتن، ابوالحکم هم بهش میگفتن، بهش میگوشن ابوجهل. و با 300 سوار بود و به دنجا دهی بود بزرگ. بوجهل با اون کاروان در ده رفتن و در آن ده مردمان بسیار بودند و مهتر ایشان مردی بود نام او مجدی ابن امر جهنی و دوست بوجهل بود و دوست حمزه بود. پس مهتر ده بیرون آمد و حمزه را گفت با این کاروان 300 سوار است و با تو 30 اند، تو با ایشان بسنده نباشی و اگر شما کشته شوی این نخستین کار است که بیرون آمده. میگه که این 30 سواری که همراه حمزه بودن رفتن ابوجهل یا ابوالحکیم یا ابوالحکم 300 سوار داشت، این خانه اون روستایی که رفتن اون با هر دو اینا دوستی داشت، آمد و به حمزه گفت آقا تو حریف نیستی، اینا 300 سوارن، را تو بگیر و برو. بسیار خوب، حالا ایشون در مکه هستن، قریش هم در مکه هستن، ایشون هم در مدینه تشریف دارن و روز به روز داره تعدادشون زیاد میشه و اینها شروع کردن کاروانها رو گرفتن و زدن و جنگ بدر شد. در جنگ بدر عرض میکنم که بسیاری از بزرگان قریش کشته شدن و بسیار شعرا گریستن و مرثیه ها گفتن. میکنیم عرض میکنم که خب ایشون عرض کردم از متکلمین هستن، متکلمین وظیفهشون دفاع از دینه. حالا ایشون یک چیزهایی هم البته مفید گفته در باب قرآن و وحی و این چیزها خیلی خوب هست، اما نتوانستن از بند دین خودشون رو رها بکنن، حقایق امور رو زیر پا میگذارن. در باب این جنگ ها اول اون که خیلی به نظر من غریب و بسیار عجیب هست و باورش سخت است که خداوند تبارک و تعالی که همه مخلوقات رو به قول مؤمنین در گفت من نخردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، که همه یکسان هستن پیش اون، یک نفر رو انتخاب کنه بگه تو شمشیر تو بردار و هر کس غیر تو فکر میکنه برو به قتل برسون، زن و بچهش هم اسیر کن بیار بندینه بفروش. و این سنت بر پای مانده است تا به امروز. هنوز یکی از علمای اعلام نگفتن آقا آدم کشی چیز خوبی نیست، تروریست چیز خوبی نیست، نفی بکنن، تحریم بکنن این همه جنایت که داره در عراق میشه و در سوریه میشه. و عرض میکنم که تمام جهان متحیر نشستن و نگاه میکنن به این وضعیت. این علمای اعلام چرا نمیکنن؟ چرا نمیگوین؟ چون در بطن دینه. شما که عمامه به سر داری و رفتی وارد دین شدی، عالم علم دین شدی، بایستی جهاد رو در واقع رعایت کنی که سهل است، باید بهش معتقد باشی و به اون مؤمن باشی. و من همچین دینی هیچ جا سراغ ندارم. جنگ بعد، دو جنگ بعد داریم، بدر صغرا، بدر کبرا. آمدن بزرگان قریش کشتن، شعرها شعر گفتن، هر شاعری هم شعر گفت فرستادن کشتنشون. اشرف ابن کعب یا کعب ابن اشرف شعری گفته بود که ای وای بزرگان کشته شدن، من در شگفتم که چگونه زمین از هم نمی پاشد. چنین چیزی برادرشون فرستادن با دو سه نفر دیگه، نصف شب تازه هم ازدواج کرده بود، در زدن برادر رضاییش که از یک بانو شیر خورده بودن که بیا ما به پول احتیاج داریم، اصله همون آوردیم بذاریم، بعد موهاشو گرفتن زدن سرشو بریدن بابت یه شعری که گفته بود. وقتی بزرگان قریش کشته شدن
یک جنگ در واقع دو جنگ اگر بخواهیم دقیق بگوییم، دو جنگ برای انتقام کشته شدگان جنگ بدر اهل مکه کردند. یکی جنگ احزاب بود یا جنگ خندق که اساساً اتفاق نیفتاد، اینها آمدند و تنی چند کشته شدند و جنگی در نگرفت و بنی قریظه رو بعد از رفتن ابو سفیان که گردن زدن. حالا ایشون میفرماید که طول میکشه 700 نفر رو گردن زدن، طول میکشه. میخوام خدمت شما عرض کنم پیداست ایشون به تاریخ اسلام بی لطف هستن. در موضوع مختار ابو عبید ثقفی، وقتی مختار شکست خورد از مصعب بن زبیر، پناهنده شدن به یک کوشکی. اینها 6000 تن بودند یا اندکی بیشتر. مختار به اینها گفت آقا مردانه شمشیر برکشید تا ما جنگ بکنیم و اگرم کشته میشویم مردانه کشته بشویم. در بین اینها ایرانیان هم بسیار بودند. این بدبختای بیچاره ضعیف گفتن نه، مصعب به ما تأمین داده، تأمین جانی، ما جنگ نمیکنیم. 20 تاریخ میگوید قریب 20 نفر با مختار هم‌آوا شدند. اینها شمشیرها برکشیدند و از قلعه بیرون آمدند، جنگ کردند تا کشته شدند. فردا آمدند و دست این 6000 نفر رو بستند و آوردند در میدان شهر. حالا تأمین هم داده بودند. یک عده هم اراذل جمع شدند، گفتند آقا اینا خونریزی کردند، چنین و چنان کردند، اینا موالی بودند، اینا آدمای اراذل بودند، چنین و چنان کردند، اینا باید بکشید. این 6000 نفر رو در یک بعد از ظهر مصعب بن زبیر گردن زد. وقتی میره بعد در مسجد سلام میکند، محمد بن حنفیه که لایق ترین فرزند علی بود جواب سلامش رو نمیده. میگوید که من سلام کردم، شما جواب سلام من نمیدی. گفت به خدا سوگند اگر به جای این 6000 تن که کشتی 6000 گوسفند کشته بودی، من جواب سلام تو رو نمیدادم. 6000 تن رو در یک بعد از ظهر. و ایشون مطلع نیستن که معن ابن زائده یک عرب دلاوری بود که جان ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی رو حفظ کرده بود، به اون حکومت سیستان دادن. این آقا اومد شروع کرد به اسیر گرفتن و کشتن و اسرا رو میبرد. از دور گرد خاکی بلند شد. این معن ابن زائده تصور کرد که گروهی آمدن دارن میان که این اسرا رو نجات بدهن. چندین هزار اسیر رو گردن زد تا وقتی گرد خاک ها نزدیک شدن و اینها، معلوم شد که اینا یک گله گورخر هستن. یا عرض کنم که در جنگی که با خوارج کرد حضرت علی، در کوتاه مدتی بیشتر از 4000 مسلمان رو به قتل رسوندن. البته خب اون جنگ بود، آدم دست بسته رو آوردن و گردنش رو زدن، وقتی نمیگیره. باری جنگ خندق بود و بعد جنگ احد بود، قریب 80 تن از مسلمین کشته شدند. مشهورترین اینها سید الشهدا حمزه بود. حمزه مرد بزرگی بود، از در واقع عموی پیغمبر بود، مسلمان شده بود و اینها، و یه غلامی به نام وحشی که تلفظ درستش وحشی باعثی باشد، با نیزه پرتاب کرده بود و به قتل رساند. پس ما فقط دو جنگ داریم تدافعی در طول حیات حضرت رسول، و از این 33 جنگ که خودشان شکایت کردن، 31 جنگ اینها تهاجمی بوده. جنگ های اسلام همش جنگ بوده. می فرمایین اعراب با هم جنگ می کردن.
وقتی که رسول فوت شدن، قبایل عرب از دادن زکات تن زدن، بودن آقا ما زکات نمیدیم. خالد ابن ولید رو فرستادن، نزدیک میشدن به اون قبیله یا اون ده، اگر صدای اذان نمی آمد قتل عام میکردن ده رو. چندین هزار نفر از این قبایل بیچاره رو همین خالد ابن ولید گردن زد، به جهت اینکه اینا گفته بوده ما نمیخوایم. سرکوب کردن عرب رو، دوستی ایجاد کردن بین عرب. اینها وقتی که فهمیدن که آقا سرقت دست جمعی هزاری خاصیت دارد، فقط به خاطر پلاندر و گرفتن مال مردم جمع شدن دور هم. هیچ یک از اینها مجانی نرفت به جنگ برای اسلام. گفت من تیغ از پی حق میزنم، مغالطه مولانا، بنده حقم نه مأمور تنم. تیغ از پی حق میزنی؟ کدوم حق تو برش تیغ میزنی؟ و هر کسی حق را از آن خود میداند. تیمور لنگم از تیغ از پی حق میزد، آتیلا و چنگیز خان هم تیغ از پی حق میزدن. همه آدم کشان و جراران تاریخ فکر میکردن حق با اوناست، وگرنه جنگ نمیکردن. تو من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. این چیزی که دست من هست، ما اینجا 230 آیه دعوت به خشونت و جنگ در اینجا هست. جمع آیات 534 آیه است که فرمان و قتل و کشتار هست و ایجاد رعب و وحشت هست، ترس از جهنم هست. همه اینها یکی پس از دیگری آیاتی است که جبریل آورده. یکاش وقت بود و من اینها رو خدمتتون میخوندم یکی پس از دیگری. ببینید چه داستان هولناکی است این داستان، چه داستان هولناکی است این داستان. وارتان آمده است و میگوید که و یک مطلبی خیلی خیلی مهمی که هست که به قرن جدید مربوط می‌شود، مدرنیتی، اسلام میگوید هیچ کس رو آدم حساب نکنید جز خودتون رو. و کسی که غیر مسلمان هست، یا ما باید او رو مسلمان کنیم یا به قتل برسانیم، یا اینکه اگر اهل کتاب هست یه پول مفصلی ازش بگیریم و بتواند بین ما زندگی کند. بنابراین همزیستی مسالمت آمیز تا زمانی که این عقاید برقرار هست و تا زمانی که این دستورات مورد اجراست، همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و غیر مسلمین میسر نیست. هموطن، هندو نجس واجب القتل، پیروان آیین‌های ژاپنی این همه واجب القتلن و کافر. عرض کنم که هندوستان که یک سره باید قتل عام بشه، چون اینا بت پرست هستن. چینی هم به همین وجه. بنابراین امکان زندگی مسالمت آمیز وجود ندارد تا روزگاری که این آیات و این دستورات هست. اون نخست وزیر سابق هند یک روز آمد، از شاگردان گاندی بود، مرد شاعری بود، مرد بزرگی بود، آمد یک سخنرانی کرد. گفت تا زمانی که این آیات هست در کتاب قرآن، در کتاب شریف قرآن،
زندگی مسالمت آمیز برای مسلمانان غیر ممکن است مگر اون که بزرگان این دین، علما، فضلا بیایند و این آیات رو بیرون بکشن از این کتاب، وگرنه خونریزی تا قیامت ادامه خواهد داشت. فکر میکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، با سپاس از بارتان، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.